مواظب باشید مصموم کننده داره میاد ناگهان گروهی از بچه ها مانند دستی که مشت می شود جمع شدند و به سمت ته رخشورخانه دویدند و زیر نیمکتی سنگی در گوشه خونک و تاریک پناه گرفتند تا بتوانند همه چیز را ببینند بیان که دیده شوند اینجا برایشان هیجان انگیز بود و از ترس نفسهایشان را در سینه حبس کردند هنگام ظهر بود که ماری مارستیه از کوچه میگذشت او پیرزنی بود هفتاد ساله بلند قامت آرام با ظاهری مرتب و پوستی چروک خورده که بیشتر اوقات عصبانی به نظر می رسید. حالا آرام با کت و دامن سیاه جلو می رفت. شاید به خاطر گرما بود یا اینکه مفاصل ملتهبش حرکتش را کند کرده بود. حرکاتش موقعی که راه میرفت ناشیانه بود. بچه ها پیش, پیش کردن تو فکر میکنی متوجه ما شده؟ واسه اینکه به این بریم پشت سرش جیغ بزنیم. احمق نباش. اون از هیچ کس و هیچ چی نمیترسه. تو باید بیشتر بترسی. من نمیترسم. اگه کاری کنی که دوست نداشته باشه مثل اون بقیه سربه به نیستت میکنه گفتم که نمی ترسم مطمئن باش که دستاش از دستای تو قویتر و پرزورتره باشه از اینم نمیترسم بچه ها نسبت به او محتاط بودند پس بیان که صدایش کنند یا شوخی زنندهی کنند اجازه دارند ماری مورستیه دور شود. بیست سال پیش پس از دو دادگاه قاضی حکم تبرعی او را صادر کرده و ماری مورستیه از زندان آزاد شده بود. به جز بچه ها که برای هیجان انگیز کردن اوقاتشان دوست داشتند با یک قاتل روبرو شوند، به نظر اکثر ساکنان روستای سنسورلن ماری مورستیه بیگناه بود. با این حال، دلیل بزرگترها هم برای بیگناهی ماری مورستیه به هیچ وجه منطقی نبود. برخوردشان هم با او صحیح نبود. روستایان با آزادی او مخالف بودند. و حاضر نبودند به او سلام دهند و دوست نداشتند که یک مزنون به قتل در خیابانهاشان رفت آمد کند با آنها داد و ستت کند و به کلیسایشان بیاید ولی از او انتظار داشتند که برای حفظ آرامش آنها باهاشان صادق باشند هیچ کس واقعا او را دوست نداشت چون کسی نمی توانست به این زن مغرور و تودار که به همه جوابهای دندان شکن و نیشداری میداد علاقه و محبتی نشان دهد ولی همشان از شهرتی که او به آبادی بخشیده بود لذت می بردند. مسموم کننده سمسورلن، گناهکار بوژی، مثالین، در مدت چند ماه اینها اناوین پر سر و صدای روزنامه ها، رادیو و تلویزیون بود. این سر و صداها علاقه زیادی را به خود جلب کرده بود. با اینکه این, این علاقه مندی جنبه مثبتی نداشت ولی نام سمسورلن همچنان در صد بقایه بود. تا جایی که این شهرت ناگهانی رانندگان را وامی داشت از جاده اصلی خارج شوند و برای یک نوشیدنی به کافه بیایند غذایی در مسافرخانه بخورند نانی از نانوایی بخرند و به امید دیدن ماری مورستیه روزنامه ها را رو ورق بزنند غریبه ها تعجب می که روستایی چون این آرام و زیبا که در آغوش رود رون پر از ماهی های غزلالا و اردک ماهی آرمیده بود و آب چشمه ها به رخشور کانایش میریخت و دیوارهای سنگیش از هزاران گل رز و نسترم پوچیده شده بود چطور میتوانست به چنین روح سیاهی پناه دهد؟ چه تبلیغ متناقضی؟ اگر این روستا سازمان توسعه گردشگری داشت هرگز نمیتوانست کسی بهتر از ماری مورستیه را برای اداره آن انتخاب کند. از طرفی یک روز که شهردار از حجوم این همه گردشگر خوشحال بود، به ماری مورستیه گفته بود که او طرفدار درجه یکش است ولی پیرزن به خاطر نگاه های سرد روستایان که با سکوتی خسمانه توان بود شور و شوقی از خود نشان نمیداد. ماری مورستیه با سبد حسیری که در دست داشت از جلو مسافرخانه گذشت بیان که نگاهی به داخل آن بیاندازد. چون میدانست مشتریها از پشت پنجره ها بینیشان را به شیشه ها چسباندند و مشغول برانداز کردن او هستند و با هم میگویند همون قاتله چقدرم خودخواه به نظر میاد خیلی موسکه که فکرشو میکنه که چند مرد به خاطر اون مردن اما اون تبرعه شده وقتی داشتم سعی میکردم از زیر زبون صاحب رستوران حرف بکشم به من گفت تا نباشد چیزکی مردم نگویم چیزها هرچند که ساکنان روستا میدانستند ماری مورستیه تبرئه شده ولی همیشه در مورد گناهکار بودنش شک داشتن در این حال نمیخواستند گردشگرهایی را که برای دیدنش به روستا می آمدند از دست بدهند. آنها داوطلبانه برنامه زندگی ماری مورستیه، عاداتش و خانهاش را که در قله یک تپه بود به مسافران نشان میدادند وقتی از آنها پرسیده میشد که آیا به نظرشان او گناهکار است با احتیاط جواب میدادند کی میدونه این روستایان تنها کسانی نبودند که درباره این راز حرف میزدند برنامه های تلویزیون مرتب سرگذشت ماری مورستیه را پخش و بر بخش های مبهم و تاریک آن تأکید میکرد. هرچند خبرنگاران مجبور بودند فقط تصمیم دادگاه را گزارش کنند. در غیر این صورت وکیل ماری مورستیه آنها را وادار میکرد جریمه های سنگینی بپردازند. با همه این حرفها اکثر روستایان معتقد بودند که دلیل تبرئه شدن او بیشتر به خاطر ارائه نشدن مدرک عینی بوده تا اثبات بیگناهی او. ماری مورستیه ده متر پایین تر جلوی تابلو روی دوزی ایستاد. بدترین دشمنش آنجا بود. دقیق تر شد. ریمون پوسن پشت به ویترین با چند نمونه پارچه در دست ایستاده بود و داشت با زوجی که مبی برای تعمیر به او داده بودند حرف میزد ماری با خود گفت این کدن مثل الیافی که توی پشتی هاش می زمخت و زشته و خسمانه به او خیره شد. خوشبختانه نمی از حرفای پوسن را بشنود که داشت می گفت خانوم آقا مورستیه بزرگترین جانی تبرعه شده است که فرانسه تا امروز به خودش دیده او سه بار با مردای ازدواج کرد که ثروتمند و مسمتر از خودش بودند بله سه بار اونا چند سال بعد از ازدواجشون مردند و هر سه بار هم اون وارث همه انبارشون شد خب چرا باید عادتهای خوبش رو تغییر داد؟ ژورژ جورجران بود که به خاطر سوء زن پنج فرزندش تحقیقاتی درباره مرگش انجام شد. پدرشون در سلامت کامل بود. ولی به محض این که با این هیولا ازدواج کرد بستری شد و دو هفته قبل از مرگش بچه رو به نفع این غریبه از ارث محروم کرد. جاندارما جسدای همسرای قبلیش رو نفش قبر کردن و کارشناسا توی جسدا آثار مشکوک آرسنیک پیدا کردند. تا رسیدن زمان محاکمه زندانیش کردند برای دیگه کار از کار گذشته بود هم برای مرده ها هم برای پولا این زن خوشحال با پولا چیکار کرده بود آیا اونا رو برای دوستاش خرج کرده بود یکی از این دوستا ادی بود یا اسم شبیه همین اسمای آمریکایی او توی پلاژ تفریحی موج سوار بود و همه پولش رو خرج لباس ماشین و کازینو میکرد کودنی که حتی به اندازه یک احمق هم نمیفهمید البته ما از از دست دادن او دلخور نیستیم چون پولی رو که ماری از دیگران دزدیده بود صاحب شده بود از من میپرسید که عدالتی هست خب نه اون سر این جوون رو هم زیر آب کرد چرا نمیدونیم فقط اون رو دیگه ندیدیم مرسیه قسم میخوره که اون سری از مرز خارج شده ولی به نظر من جسدش الله ته دریا با سنگی آبیزون از پاش پوسیده خواهرش بلانش تنها کسی بود که از جنایتاش خبر داشت. اون به نظر ساده لوگتر از خواهر بزرگش ماری مورسیه بود و زباله بود که از احساسات صادقانه تغذیه کرده بود و شبیه گلی بود که توی آشغال رویده باشه. بله، خواهر ماری هم هین تحقیقات مرد. خب همون موقع نمیشد متهمش کرد چون زمانی که بلانش مرد ماری مورستیه توی زندون بود. اون توی حادثه هواپیمایی که 132 مسافر داشت کشته شد. یه بهانه عالی. با این حال چه شانسی؟ به نظر میرسه که جنایتکارا خوش شانسن. چون خواهر کودانی که توی بازجویی زد و نقیز میگفت و یه بار علیه ماری و یه بار به نفع شهادت میداد کشته شد و مورستیه و وکیلش نفس راحتی کشیدن و شروع کردن به گفتن چیزهایی که شیطان را هم تبرئه میکرد. ماری مورستیه با اینکه در کوچه بود ولی می توانست هیجان ریمون پوسن را حدس بزند. مشتری ها که شیفته ماجرا شده بودند متوجه نشدند زنی که در صحبت میشه جلوی اونها و پشت به کسی ایستاده که نفرینش میکنه. ریمون پوسن ادامه داد مرگ خواهر مورستیه کاملا به نفعش تموم شد. اون خیلی اشک میریخت و مدام تکرار میکرد که بعد از همه این اتفاقا خوشحاله که خواهر کوچکش تو این سانه هوایی از کشته شده وگرنه اون رو به کشتن خواهرش هم متهم میکردن. همه فکر میکردن که ماری آدمایی رو که دوست داره میکشه مثل همسرها و خواهرش. حتی تصور میکردن که اون متهم به قتلیه که جسدش تا به حال پیدا نشده. قتل دوست خیالیش ادی در حالی که اون جوان برای فرار از قرض‌ها یا اتهاماتی که به گردنش انداخته بودند جلای وطن کرده بود. پلیسها برای متهم شناختن ماری تحقیق میکردند و میخواستند هر طور شده ماری مورستیه جنارتکار شناخته بشه ولی وکیلش با استفاده از یک دلیل موجه اون رو تبرئه کرد تحقیقات نشون میداد که برای از بین بردن علف های هرز قبرستون از یه نوع آرسنیک استفاده می شده. به همین دلیل هر جسدی که بعد از چند سال نفش قبر می شد مخصوصاً اگر بارون زیادی روش باریده بود آلوده به آرسنیک می شد. ماری و وکیلش به هر حال دادگاه رو بردند. خانم ها و آقایون دقت کنید بازم تأکید میکنم اون و وکیلش بردند نه عدالت نه حقیقت. در این لحظه ریمون پوسن درد شدیدی را در پس گردنش احساس کرد و با خیال اینکه شاید حشره ای نیشک زده است به عقب برگشت. ماری مورستیه به او خیره شد. قلب پیرمرد از وحشت به تپش افتاد و نفسش بند آمد. چند لحظه آن دو همدیگر را تماشا کردند. نگاه زن خشن بود و مرد ترسیده بود. ریمون پوسن همیشه نزدیک این زن دستخوش هیجانات زیادی میشد و فکر میکرد که به خاطر فریبکاری ماری است که سعی دارد او را شیفته خود کند ولی حالا دیگر یقین داشت که به دلیل نفرت است بعد از چند دقیقه ماری مرستیه شانههایش را بالا انداخت و نگاهش را برگرداند بعد به راهش ادامه داد طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ماری با حالت سرد و خشکی از کنار تراس کافی گذشت که همه در آن با حضور ناگهانی او سکوت کرده بودند. بعد وارد قصدابی شد. دوباره سکوت برقرار شد. او متوازانه در انتهای صف و پشت مشتری ها ایستاد. صاحب مغازه که به نظر میرسید طبق یک توافق ناگفته عمل می کند، کارش را رها کرد تا نشان دهد انجام کار ماری مورستیه برای او در اولویت است. هیچکس مخالفتی نکرد. مردم نه تنها برای ماری مورستیه یک جایگاه اجتماعی ویژه قائل بودند، بلکه در حضور او به فکر هم فرو می رفتند. دیگر نه جرأت می مقابلش سخن بگویند و نه حتی او را مورد خطاب قرار دهند و منتظر می که این شخصیت مشهور هرچه سریعتر از آنجا دور شود. چرا مردم ماری مورستیا را فراموش نمی کردند؟ چرا بعد از تبرعه شدن تبدیل به استوره شده بود؟ چرا بعد از ده بیس سال باز هم درباره او مدام سخن می گفتند؟ دلیلش این بود. ابهامی که در زندگی ماری مورستیه بود مردم را به فکر فرو می برد و همین دوگانگی از او ستاره می چراش؟ با رفتارش همخوانی نداشت. معمولا پرستاری که با بیمار مسن و ثروتمند خود ازدواج میکند دختر جوان و جذابی است و ظاهر قضیه حفظ می در حالی که ماری مورستیه حتی در جوانی هم جوان به نظر نمیرسید و پژمرده و ناجور بود. این اسب بزرگ با چهره جدی و تودار پیراهنهایی با یقه بالا زده می پوشید. به چشم میزد که تمام صورتش را می و همیشه به جای کفشای پاشندار کفشای خشن و زمختی به پا میکرد. برنگارها ماری مورسیه را شبیه آدمخواری توصیف میکردند که ظاهرش ظاهر زنی بی احساس بود. چه به میان این چهره افیف و آن ازدواج متعدد وجود داشت؟ یا ماجرای او با دوستش که سیگاری، قهار و در این حال ورزشگاری پیگیر بود به کجا کشیده بود؟ نکته دیگر این بود که به نظر عموم مردم خطوط چهره یک مسموم کننده مخصوصا مسموم کننده سابر دار، نشان دهنده شرارت انتقام جوهی و بدخواهی بود در حالی که چهره ماری مورستیه بیشتر شبیه چهره معلمی شریف و پریزگار و حتی معلم اخلاق بود خلاصه آنکه هرچه درباره او گفتیم به هیچ وجه نه جور با ظاهرش هماهنگ بود نه با علایق جور و و نه با جنایتهایش برگردیم به قصابی وقتی ماری متوجه شد که صاحب قصابی کارش را رها کرد تا به درخواست او برسد با صدای آرام که انگار برای اولین بارش بود که این امتیاز را به او میدادند زمزمه کرد دلیلی نداره که من قبل از این خانمها و آقایون برم قصاب به آرامی پاسخ داد خانم مورستیه وقتی من صدای شما را توی مغازم میشنوم ناخداگاه دست به کار میشم این خانم ها و آقایون هم موافقن اینطور نیست مشتری ها سرشان را به نشانه تایید تکان دادند ماری مورسیه گفت پس پس خودم جگر گاو میخوام واسه گربم جگر سفید مشتری ها ناخواسته به سفارش او که انگار یک فرمول رسمی جدید را اعلام کرده بود گوش دادند آیا ماری مورسیه چهره بیازاری داشت تا به او نگاه می کردند دوچار شک و تردید می شدند. در چشمان خاکستریش برقی از خشونت و بیرحمی می درخشید. اگر در دادگاه نگاهش می کسی را بکشد می شود مطمئن بود که حتما قاضی دادیار و شاهدش را به آن دنیا می پرستاد. ماری قاطع و مصمم حرف می زد و کسی نمی توانست با او بحث کند. او بعضی را احمق، کودن، و خودشیفته فرض کرده بود و شهادتهایشان را بی کرده بود. او در این گونه موارد خود را فوقلاده تر از آنچه بود نشان می داد. اعاده حیثیت از کسانی که رنجنده بود آسان نبود و نمی توان از آب رفته را به جوی برگرداند. ذکاوت زنی که حتی باهوش هم به نظر نمی رسید، او را اهریمنی می کرد. رفتارش هرچه بود نگران کننده بود. آیا گناهکار بود؟ ظاهر جدیاش چندان سبکسر نشان نمیداد. آیا بیگناه بود؟ صورتش فاقد هر نوع احساسی بود. نه، برای این کارها لازم بود جسمی مناسب می داشت. آیا واقعا همسران پیرش را دوست داشته بود؟ بعید است. عشق و علاقه در او دیده نمیشد. شد. پیرزن دو بسته را که فروشنده به سمتش دراز کرده بود گرفت و گفت ممنونم ماریوس. قصاب به خود درزید. همسرش پشت پیشخان خوش گذاره بود. ادای این اسم از دهان ماری مورستیه برای آن فرد مایه بدنامی بود. به غیر از خانواده و دوستانش هیچ کس در روستا آقای ایزیدور را به نام کوچکش صدا نمی کرد. چون چنین صمیمیتی دور از ادب بود. بساب که گید شده بود پول را گرفت و زنش در حالی که دندانهایش را با هم می بدون گفتن هیچ کلمه باقی پول را به ماری مورستیه برگرداند. بعدا باری این زوج برایتان سخن خواهیم گفت ماری مورستیه با گفتن روز بخیر خارج شد و همه با زمزمه مبهمی پاسخش را دادند در پیاده رو ایوت و کودکش را دید و بیان که به مادر سلام کند به سمت نوزاد رفت و با صدای آرام و خوشایندی پرسید سلام عزیزم اسمت چیه؟ از آنجا که کودکی چهار ماهه نمی پاسخ بدهد ایوت به جای او جواب داد مارسلو ماری بدون آنکه به ایوت توجهی بکند به نوزاد لبخند زد انگار او به جای مادرش پاسخ داده بود مارسلو چه اسم قشنگی خیلی قشنگتر از مارسله ایوت با رضایت حرف او را تصدیق کرد و گفت به نظر منم همین همینطوره چند تا خواهر و برادر داری دو تا خواهر سه تا برادر پس تو شیشمی هستی عدد خوبیه ایوت متعجب گفت واقعا ماری بی آنکه اهمیتی به سوال او بدهد به گفتگویش با کودک ادامه داد حالا چرا مارسلو مگه پدرت ایتالیاییه مادر سرخ شد و با دهان باز به ماری خیره ماند ماری به سمت ایوت برگشت به او لبخندی زد و وارد نانفروشی لگالت دوره شد چند نفر در نانوایی ایستاده بودند آنها که این گفتگو را شنیده بودند احساس ناراحتی میکردند ماری مورستیه مهربان بود یا بدزاد گفتنش غیر ممکن بود وقتی ماری مورستیه نظری میداد مردم نظرش را واقعی و جدی تلقی نمیکردند چون تصور میکردند نقش بازی میکند حرکات و کلماتش هر معنا و لحنی که داشت قدرتش را نشان میداد چرا که می توانست پلک زدنش را هم کنترل کند و با مهارت صدایش را تغییر دهد طوری که انگار تمام دلسوزی ها، خشم ها، هقه هقه ها، سکوت ها و هیجاناتش ساختگی بودند. او بازیگر ماهری بود، اما دیگران متوجه نقش بازی کردنش می شدند. حتی تابلوهای نقاشی خانهش رفتار تصنعی او را به جای احساسات واقعیش نشان میدادند. ولی ماری ورستیه با وجود داشتن چنین رفتارهایی مراقب خودش بود و هرگز تسلیم نمی شد. از نظر بعضی این رفتار اون ناشی از ریاکاریش بود و از نظر بعضی دیگر نشان دهنده شخصیت دوگانهش. وقتی ماری مورستیه وارد نانفروشی شد گفت یه نصف نون لطفا. جز ماری مورستیه کسی دیگری نصف نان نمی خرید و اگر کسی چون این تقاضایی می کرد نانوای جوان آن فرد ناخونفرش را با عصبانیت از مغازهش بیرون میانداخت اما روزی که سعی کرده بود به ماری توضیح بدهد که یا باید نان کامل بخرد یا اصلا چیزی نخرد در جواب شنیده بود خیلی خوب وقتی که شما تونستید نونی بپزید که در عرض سه ساعت بیاد نشه منم هر دو روز یه بار از شما نون کامل میخرم اون موقع خبرم کنید ولی از حالا تا اون روز فقط نصف نون میخرم در حالی که ماری منتظر بقیه پولش بود یکی از گردشگران با دیدن او فریاد کشید خانم دفترچه منو امضا میکنید اخهای ماری کمی توی هم رفت و نزدیک بود عصبانی شود ولی جلوی خودش را گرفت و با خوش روی گفت حتما اما ممنونم خانم میدونید من شما را خیلی تحسین میکنم و تمام برنامهات رو از تلویزیون دنبال کردم نگاه ماری به زن انگار میخواست به او بگوید ای بیچاره احمق به حال دفترچه را امضا کرد و به او برگرداند و از آنجا دور شد معلوم نبود ماری مورستیه چطوری این شهرت را بعد از گذشت این همه سال زنده نگه داشته بود. هرچند این شهرت برای او بار سنگینی بود ولی او از آن لذت هم می بود. طوری که توی مهمانی ها و جشن های مختلف بیشتر از آب حیثیتش به این می بالید که شهروندی برجسته است. زمانی که رسانه ها میخواستند با او مصاحبه کنند یا از او عکس بگیرند سریع با وکیلش تماس میگرفت تا درباره قیمت آن مذاکره حرف بزند زمستان گذشته به دلیل آنفرانزای سختی که گرفته بود بستری شد و از اینکه میدید ساکنان روستا نگران از دست دادن اثر تاریخیشان هستند و پشت سر هم برای کسب خبر به دیدنش میآیند در دلش خوشحال بود در یک بعد گرم تابستان وقتی که برای نوشیدن شربت آبلیمو به کافه ای رفته بود از کافهچی برای اینکه پول نداشت عذرخواهی نکرد بلکه فقط به گفتن این جمله بسنده کرد میتونید با پولی که بعدا براتون میارم یه شربت آبلیمو به این بدی بدین؟ ماری مورستیه آرام و خمیده طوری که انگار بدنش مانع از حرکتش میشود شروع کرد به بالا رفتن از شیبی که به خانهش منتهی می با گذشت زمان بهتر از قبل قربانی شدنش را می پذیرفت. از این به بعد میدانست که باید مراقب اشتباهاتش باشد. مسلما اوایل مرتکب حماقتهایی شده بود. مثلا بعد از آزادیش مجله پرتیراژ او را خندان و شاد و بیخیال در باغی نشان داده بود که مشغول نوازش گربهش بود و گلهای روز محبوبش را می چید. این شادی اثرات ناخوشایندی را برایش به همراه داشت. چون او نه به یک بیوه شبیه بود و نه به زنی که بعد از سالها بیگناهی در زندان شکسته شده باشند به محض انتشار این گزارش روزنامه های انتقادی دست به یکی کردند و دوباره باعث برانگیختن شک و تردیدهایی شدند. و همین دلیل شروع کردند به پیگیری بخشای تاریک این ماجرا و همه سعیشان را به کار بردند تا این اتهام را دوباره مطرح کنند. بعد او رفتاری فروتنانه و ظاهری معصوم به خود گرفت و دیگر هیچ وقت از این حالت بیرون نیامد. ماری مرستیه با زحمت از کوچه های اطراف روستا بالا می در. روی تپه بر فراز بام ها و چنار های تنوک، تاک های باریک و غمزده ردیف تأثیر انگیزشان را در مقابل چشم به نظاره گذاشته بودند. آن هم در ماه مارس که فقط جنگل های انبوه دیده میشدند شدند و درختان به هم شان صد راه چشم ها می شد. زمانی که ماری از جلو کلیسا عبور کرد به خود لرزید. سرودی مذهبی از امارت چنیده میشد. چه خبر شده بود؟ تا جایی که آرتروز زانو و میخچه های کف پای ماری به او اجازه میداد با سرعت از پله ها بالا رفت. دری را که قفلش سر و صدا می کرد هول داد و بعد ایستاد و اجازه داد تا نوای موسیقی او را همچون عطری نوازش کند و در وجودش رخنه کند. کشیش جوان ارگ می نواخت. فضا زیبایی ناب و خیره کننده ای داشت. کشیش در شبستان تنها بود. پوستش به قدری رنگ پریده بود که انگار به خودش پودر زده بود. بدنش می درخشید و با نوری طلایی که از شیشه های رنگارنگ به شانهش می تابید شده بود. از محراب روشنتر و از مسیح مصلوب دیدنیتر به نظر می آمد. صدای دلنشینی که از ارگ بر می خواست تا ستونها و سعفا بالا می و ماری احساس می کرد که کشیش شده از مرکز کلیسا. ماری مجذوب دستای کشیش شده بود که کلیدها را نوازش میکرد. طوری به کشیش نگاه میکرد که انگار یک اثر هنری را تماشا میکند. در این لحظه صدای موتوری حواسش را به در ورودی جلب کرد. کشیش که تازه متوجه حضور بازدید کننده ای شده بود دست از نواختن کشید تا به ماری سلام کند. ماری مورستیه نزدیک بود از حال برود. کشیش لاغر و بلند قامت بود و ظاهر پسر نوجوانی را داشت. صورتش موقع نگاه کردن به ماری می درخشید. کشیش گفت سلام دخترم. خیلی خوشحالم که توی سنسه علم هستم. من از سومه میام و این اولین کلیسامه. آیا آدم خوشانسی نیستم که به چنین روستای زیبایی اومدم؟ جالب بود که به ماری که جای مادر بزرگ او بود دخترم خطاب میکرد. ماری از لطافت صدای کشیش آشفته شده بود. با تتپته گفت که اهالی روستا باید از حضور او خوشحال باشند. کشیش با چابوکی نزدیک شد و گفت اسم من گابریله. ماری فکر کرد اسم آن فرشته با صدای مردانه کشیش در تناقض است. کشیش از اینکه ماری خودش را معرفی نمی کرد تعجب کرده بود. پرسید افتخار آشنایی با کیو دارم؟ ماری هنوز تردید داشت که نام خانوادگی خود را فاش کند. می ترسید نام خانوادگیش که در بسیاری از صفحات ستون جنایی دیده می شود، این چهره را غمگین و این خنده کودکانه را محو کند. با این حال، این خطر را به جان خرید و گفت ماری مورستیه. ماری مورستیه، از آشنایی با شما خوشحالم. ماری که میدید دید کشیش با شنیدن اسم او نه فاصله گرفت، نه ترسید، و نه ناراحت شد نفسش بند آمد حیرت آور بود وی سابقه بود او را همانطور که بود پذیرفته بود بیان که در موردش قضاوتی کند و او را با کنجکاوی خود بیازارد <تصفح> کشیش گفت ماری شما همیشه به کلیسا میای؟ بله هر روز به مراسم دعا میام آیا ایمانتون هرگز متزلزل نشده؟ نه خدا همیشه گناهان من می میبخشه و منم سعی میکنم خودم را منطبق به آموزه های او کنم. میخواست طرز فکر فروتنانه ای را بیان کند ولی فهمید که جمله خودخواهانه به زبان آورده است. منطبق کردن خود طبق آموزهای خداوند. مورد لطف خداوند قرار گرفتن. کشیش گابریل بعد از لحظه تردید انگار متوجه منظور ماری شده باشد گفت ایمان لطف و مرحمت است. قطعا همینطوره. زمانی که انسان ها دیگه ایمان نداشته باشن خداوند واسه اینکه که دوباره به ایمان برشون گردونه بهشون یه تلنگوری میزنه. خودشم از این حرف خودش تعجب کرد. تلنگور زدن؟ چرا این اصطلاح خاص را به کار برده بود؟ کشیش چه برداشتی میکند؟ ماری مورستیه مانند سربازی در میدان جنگ با شور و حرارت سخن میگفت. آیا لازم بود مردی در حیعتی چنین موجود پاک و مهربانی را بازی دهد؟ گیج شده بود. چشمانش را به زمین دوخت و آماده بود اشتباهات خود را بپذیرد. کشیش گابریل گفت دخترم میخواید ساعت هفت به مراسم دعا برید؟ ماری که تعجب کرده بود هر او را تصدیق کرد و با خودش فکر کرد او منو بخشیده چه مرد فوقلاده ای؟ فردای آن روز ماری اولین نفری بود که برای مراسم اشای ربانی صبح به کلیسا آمد. وقتی کشیش گابریل از که کلیسا خارج شد روی لباس کاملا سفیدش شنل ابریشمی سبزی انداخته بود ماری لحظه ای همچنان به کشیش خیره ماند او همانطور که در خاطرش مانده بود با تراوت و معصوم به نظر می رسید. ماری همراه کشیش سندلی های دعا را یکی یکی مرتب کرد و سندلی های را کنار گذاشت های گل را مرتب کرد و کتابهای دعا را روی هم گذاشت انگار با هم مهمانی را برای دوستانشان تدارک می دیدند. های روستا آمدند. تقریبا هفتاد هشتاد ساله بودند. با لباس های سیاه و موهای خاکستری یا سفید و همگی نزدیک در ورودی ایستادند. نه به خاطر مخالفت با جانشین جدید. بلکه کمی تردید داشتند و قصدشان این بود که با سکوتشان نشان دهند برای کشیش قبلی احترام زیادی قائلند. کشیش گابریل که متوجه ماجرا شده بود به سمت آنها رفت و خودش را معرفی کرد و در ستایش از کشیش قبلی که در صد سالگی مرده بود سخن گفت. بعد از روستایی آن خواست تا در ردیف جلوتر جایی که به گروه کور نزدیک بود بنشیند. به محض اینکه کشیش از مهراب بالا رفت و راورنه که ماری همیشه در بارش کلمه بز پیر را به کار می برد زیر لبی زمزمه کرد جدی نیست. اسقف مسخره این کشیش خیلی جوونه در واقع برامون طلبه فرستاده ماری در حالی که لبخند میزد پاسخی نداد احساس میکرد که برای اولین بار است که در مراسم دعا شرکت میکند کشیش گابریل با شوق و تعهدی که در ادای هر کلمه و انجام هر حرکت از خود نشان میداد آین اشای ربانی را به جا آورد موقع خواندن انجیل میلرزید و وقتی دعا میخواند چشمانش را میبست طوری که انگار رستگاریش به آن حرکات بستگی داشت. شیوهش در انجام مراسم مذهبی سریع بود و مثل کشیش قبلی نبود. ماری مورستیه به اطرافش نگاه کرد. اول به نظر می رسید که این اتفاق مؤمنها را مشبش کرده است. طوری که انگار به جای نیمکت کلیسا آنها روی صندلی هواپیمایی نشسته بودند که دیوار صوتی را می شکست. ولی بعد از مدتی شور و حرارت کشیش به آنها هم منتقل شد و کم کم مجاب شدند که او فرد مهمی است و مثل یک کاتولیک واقعی رفتار می کند همراهش بلند می شدند می نشستند و بدون اکراه زانو می زدند و به مفاصلشان که صدا میداد اهمیتی نمی دادند با صدای بلند آواز می خواندند و دعا را با احساس و تکیه روی کلمات می خواندند. بعد از نیم ساعت دیگر مشخص نبود چه کسی دیگری را تحت تأثیر قرار داده کشیش مسیحیان را یا مسیحیان کشیش را حتی دراورنه بز هم برای دریافت نان مقدس حالتی روحانی به خود گرفت. ماری مورستیه در حال پایین آمدن از پله های کلیسا آرام گفت تا فردا پدر روحانی. به فکر فرو رفت. پدر روحانی گفتن به جوانی که میتواند جای نوه او باشد چقدر خوشایند بود. موقع خروج از مراسم دعا ماری لبخند شیرینی بر لب داشت که به تدریج در طول مسیر خانه پنهانش میکرد. از آمدن کشیش جدید خوشحال بود و غرور مسخری احساس میکرد. انگار پیروزی گابریل پیروزی خود او بود. چندان طولی نکشید که گابریل توانست نظر مساعد ساکنان روستا را به خود جلب کند. کم کم به میان مردم روستا آمد. در کافه ها و کلیسا خطاتی و اصول دین درس میداد. شروع مناسبش هم خوشایند بود هم قانع کننده. مؤمنهای زیادی از بخشهای مختلف در مراسم دعایش شرکت می کردند. سنسوورلن از اینکه که چون این کشیشی داشت خوشحال بود. حتی به نظر آدم های بی اعتقاد هم او معرکه بود. ماری به این سخنان بیشمار مانند مادری گوش میداد که مرتب پسرش را تحسین می کردند و با خود می گفت آه بالاخره باید زمان بگذره تا این مردم قدر این کشیش جمون رو بفهمند. بیان که خودش متوجه شود، رفتارش در برخورد با کشیش عوض شده بود. البته مشخص بود که عادتهای همیشگیش تغییری نکرده ولی انگیزه تازهی برای زندگی در او ایجاد شده بود. سر ساعت هفت که از خواب بلند می شد، فکر می کرد تفلک گابریل هم همزمان با او بیدار می شود. تصور میکرد او هم برای کارهایش آماده می شود. زمانی که نفس نفس زمان از آستانه کلیسا می گذشت، انگار هم وارد خانه خدا می شود، هم وارد خانه گابریل. در دوره کشیش قبلی بوی که از کلیسای سنسورلم به مشام می رسید شبیه بوی یک مغازه قصابی بود. قصابی که از آن بوی جسدی در حال پوسیدن به مشام می رسید. اما از زمانی که گابریل آمده بود همه جا بوی سوسن، کندور و موم می آمد. پنجرها تمیز شده بودند. سنگ فرشا ساییده شده و صفرهای مهراب اتو شده بود. خلاصه همگی احساس میکردند که خدا و این مرد جوان به کمک هم خانه زیبا آماده کرده بودند. وقتی گابریل در صندوقخانه کلیسا را حل میداد در حالی که درون شنل ابریشمی سبزرنگ خود می درخشید و می گفت سلام دخترانم از دیدنتون خوشحالم ماری لذت می برد. و موقعی که از دستورات زانو بزنید، بیستید، سرود بخوانید و دعا بخوانید پیروی میکرد، از این مرد به اندازه تمام مراسم دعا تبعیت میکرد. چقدر دفتار ماری مرستیه نسبت به گذشته عوض شده بود. قبلا موقع موعظه نامها نام, نام خانوادگی ها و تاریخ های را حفظ می کرد که در طول مسیر روی لوح های مرمری می حک شده بود که به مردگان صاحب نام روستا اختصاص یافته بود ولی حالا به لطف کشیش گابریل به قدرت و ظرافت انجیل ها پی برده بود چرا که کشیش نه تنها کلماتشان را به شکل خاصی ادا می کرد بلکه گابریل را در نقش مسیحی شکننده میدید که محبتی که نصار زنان و مردان میکرد خودش را از میان می برد. ماری اغلب در تصورش به گابریل غذا می داد و محبتش را به این کشیش جوان نشان می داد. در این طور مواقع های مقدس برایش معنا می یافتند چون در واقعیت احساسشان می کرد. ماری تا به تحمل افرادی را که اغلب یک شنبه به کلیسا نمی آمدن نداشت. یک روز صبح که با کشیش تنها بود لازم دید این مسئله را به او بگوید. گفت پدر روحانی میدونید که خانواده های دوبروی، مورن، دسپریری و ازیدور قبلا با آین اشای ربانی نمی اومدن؟ کشیش گابریل گفت چه بهتر؟ هیچ وقت برای عمل صحیح دیر نیست. حکایت اون کسی رو که در آخرین لحظه ایمان آورد میدونید؟ بله، همیشه از خودم پرسیدم آیا مسیح به این فکر کرده بود که اونایی که همون اول ایمان آورده بودن بعدا از خودشون نپرسیدن که اگر دیر ایمان آوردن این خوبه چرا ما اصلا از همون اول ایمان آوردیم؟ کشیش گابریل گفت مسیح در این مورد هم فکر کرده بود. او میدونست مومن که همون اول ایمان آورده بودن برای رشد نیکی ها در درونشون نیازمند فرصتی هستند. ماری مرستیه بیان که متوجه شود هدف این جواب دندان شکن خود او بوده تا وا داشته شود مهربانی بیشتری از خود نشان بدهد حرف خود را با گرگر کردن تمام کرد. بله این گردشگرها به خاطر ای که به چیزهای تازه دارند به مراسم اشای ربانه میان. به قول مادر بزرگم کارمند تازه کار خوب کار میکنه. کشیش گابریل گفت دخترم. اگه اونا از روی کنجگابی میان پس وظیفه منه که راهنماییشون کنم و امیدوارم که موفق بشن. ماری کشیش را که پرشور، مهربان و بدون هر گونه تنگ نظری بود برانداز کرد و در حالی که به تدریج سرخ میشد و از بدبینیش متاسف بود صادقانه گفت پدر روحانی شما موفق میشید. شک ندارم که شما مومنشون می کنی. در واقع رفتار محبت آمیز تو ام با احترام تنها چیزی بود که ماری از کشیش میخواست. و حالا که فهمیده بود کشیش همین برخورد را با او دارد، دیگر از اینکه به دیگران توجه میکند یا آنها را تشویق میکند تا باورهایشان را تغییر دهند و حتی کراماتی هم از خود نشان میداد، ناراحت نمیشد. او به هیچ وجه به این اعمال کشیش از دیدگاهی حسادت نگاه نمیکرد. با این همه به حضور ایوت در کلیسا احساس خوشایندی نداشت. پای ایوت توجه طرف مقابل را به خود جلب میکرد. اگر چشم یا صورت دیگران اولین چیزی بود که مردم با هم توجه داشتند، پاهای ایوت اولین چیزی بود که جلب توجه میکرد. مردم وقتی او صحبت میکرد، سعی میکردند روی خطوط صورتش تمرکز کنند. ولی به محض اینکه دیگر مجبور نبودند این کار را بکنند، به پنجه های پاهای ایوت خیره میشدند و ماری نمیدانست در آن پاها چه بود که توجه دیگران را به خود جلب میکرد. گذشته از این باید توجه داشت که ایوت شش کودک نانخور داشت و این بزرگترین مشکلش بود. ایوت از تن کنایههایی که میشنید رنج میبرد و هر بار با غرور جریه دار شده اش وانمود میکرد که آخرین کنایه است که میشنود. ایوت به نظر ماری مورستیه آدمی مسخره میآمد و از دیدن او میترسید. او را حیوان کثیف مینامید و همین دلیل ماری نمیتوانست تحمل کند که کشیش به ایوت درست مثل بقیه روستایان لبخند بزند، دستش را بفشارد و از او با مهربانی استقبال کند. ماری به خود میگفت بیچاره کشیش، اونقدر پاک و بیگناه که متوجه کلکای ایوت نمیشه. در واقع ماری هیچ شکی نداشت که ایوت میخواست کشیش را بدبخت کند. در یک بعد از ظهر که گلهای مهراب را عوض میکرد، ایوت را دید که با سر و صدا از اتاق اعتراف بیرون آمد. چشمانش از اشک متورم بود و پوستش سرخ شده بود. ماری با خودش فکر کرد که یعنی چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ ماری با دیدن ایبت میخواست به طرفش حمله ببرد و کتکش بزند. ولی خوشبختانه در همین لحظه کشیش گابریل پشت سر ایبت از اتاق اعتراف بیرون آمد. ظاهری آرام، شاداب و پاک و معصوم داشت. ماری مورستی صبر کرد تا زن جوان غمگین از کلیسا خارج شود. بعد به سوی دستگاه پشمورده داخل گلدان رفت. ماری مورستیه با خودش گفت کشیش چیش پیشنهاد او را رد کرده و به همین دلیل ایوت عصبانی شده. وقتی که سوسنهای پشمورده را با سوسنهایی که از باقچه چیده بود عوض کرد، دوباره قلبش آرام شروع به تپیدن کرد. کشیش به ماری نزدیک شد. غمگین بود. ماری مورستیه ورندازش کرد. از اینکه در حین انجام چنین گناه بزرگی غافلگیر شده بود دلخور بود و صورتش را برگرداند ماری تصمیم گرفت از این صمیمیت استفاده کند گفت به نظر شما ایوت خوشقیافه نیست کشش گابریل نگاهش کرد و با تعجب چیزی را زیر لب زمزمه کرد ماری مرستیه اصرار کرد نه به نظرتون اینطور نیست کشش گابریل اخف کرد و گفت من به مؤمنانم اینطور نگاه نمیکنم لحنش خشن شده بود ماری از صداقت و پاکی کشیش مطمئن شد ولی بدخلقیش مانند سوپی کرد تا بعد از کم کردن شعله زیر قابلمه می جوشد همچنان ادامه داشت. سعی کرد با لحنی بی تفاوت بپرسد پدر روحانی فکر کنم می دونید ایوت کیه؟ کشیش پرسید منظورتون چیه؟ اون اخلاق و رفتار شایسته ای نداره و من فکر می کنم این مسئله را از شما پنهان کرده. کشیش گابریل سری تکان داد و گفت اون چیزی را از من مخفی نکرده. اون گناهکار بزرگیه. چرا فکر میکنید که من زمان زیادی رو به اون اختصاص میدم؟ به نظرم شما شیفته گناهان او شدید. کشیش گفت اصلا اینطور نیست. چرا این فکر میکنی؟ بودن من در اینجا برای التیام روحای درمانده است و طبیعیه که باید به روحای پلید بیش از روحای پاک توجه کنم. این جمله باعث حیرت ماری مورستیه شد. آیا واقعا اینطور بود؟ آیا کشیش گابریل به گناه بیش از تقوا توجه نشان میداد؟ چرا زودتر به این فکر نیفتاده بود؟ تکانی خورد و آرام گفت پدر روحانی میتونم پیش شما اعتراف کنم؟ کشیش سری به نشانه تایید تکان داد و هر دو داخل اتاق اعتراف شدند. حالا فقط یک نرده فلزی باریک ماری مورستیه را از کشیش گابریل جدا میکرد و او به قدری به کشیش احساس نزدیکی میکرد که اسم می کرد تمام حرفهای ناگفتش را به او بگوید. پدر روحانی می که من چند سال پیش متقن به کشتن چند مرد شدم. بله دخترم میدونم. دونم. مدعی شدن که من هر سه شوهرم را به ترتیب مسموم کردم و چهارمی رو که نام زدم بود فکر میکردن سر نیست کردم. کشیش گابریل با لحنی آرام گفت بله من از عذابتون آگاهم و میدونم که عدالت انسان ها درون شما رو پاک کرده. پس شما به زودی میفهمید که چرا من اصلا ارزشی برای عدالت انسان ها قائل نیستم. کشیش متعجب گفت نمیفهمم. من فقط از عدالت خدا می ترسم. حق دارید. ماری ادامه داد چون اگر در مقابل انسان ها بیگناه شناخته شدم، در مقابل خداوند همچنان گناهکار موندم. قطعا همینطوره مثل همه ما انسان ها. بله ولی در این مورد به خصوص قضیه فرق میکنه سپس کمی به جلو هم شد و نجوا کنان گفت اما پدر من واقعا نارو رو کشتم ابروهای کشیش بالا رفت و پرسید بله ماری مورستیه گفت هر سه شوهرم رو خودم کشتم آه خدای من نامزدم را هم که منو خیلی دوست داشت کشتم بدبه. بی بینوا ماری با شادی زننده که در صدایش بود افزود حتی دوست ادی رو هم که اسمش الگا بود کشتم حتما خندتون میگیره اگه بگم که اونا منو به هیچ وجه متهم به کشتن اون زن نکردن چون متوجه ناپدید شدنش نشدن هیچکس برای اون زن ریاکار افسوسی نخورد که چیش گفت یا مسیح یا مریم مقدس یا حضرت یوسف سریع به داد ما برسید. کشیش گابیل جوان بیشتر برای دفع شیاطین صلیب کشید تا برای آمرزش ماری مورستیه حالا او از جنایت هایی که ماری افشا می کرد به وحشت افتاده بود. ماری مورستیه از وحشت کشیش لذت میبرد. اگر قرار بود ایوت و ماری هر دو به جهنم بروند، ماری حتما ردیف اول را اشغال میکرد. آن روز ماری مرستیه اولین جنایت خود را تعریف کرد و برای آنکه کشیش بیش از این شوکه و منزجر نشود مسموم کردن شوهرش را طوری جلوه داد که از روی ترحم و دلسوزی بوده است او ادعا میکرد شوهر بیچارهاش آنقدر رنج میکشید که او بیشتر برایش نقش یک پرستار را داشت تا یک آدم کش به این ترتیب میبایست نتیجه گرفت که او شوهرش را نکشته بود بلکه راول را از روی ترحم راحت کرده بود کشیش جوان رنگ پریده و وحشت زده به او گوش میداد سخنان ماری مورستیه که تمام شد کشیش فقط به کشیدن صلیب بر او اکتفا کرد و بدون گفتن هیچ کلمه ترکش گفت فردای آن روز در مراسم دعای ساعت هفت ماری مورستیه با دیدن کبودی زیر چشمان کشیش گابریل حد زد که او شب گذشته را درست نخوابیده بعد از نهار وقتی که کشیش میخواست وارد اتاق اعتراف شود به ماری گفت که دیشب را نخوابیده است این اعتراف ماری را به وجد آورد بعد از ظهر آن روز دوباره با تعریف جنایت اولش شروع کرد. مقتول راول بود. این بار ماری ناخداگاه و بدون آنکه درست فکر کند ماجرا را به شیوه دیگری تعریف کرد. ترسناکتر و واقعی تر از قبل. و انزجار و نفرت خود را به آن پیرمرد افشا کرد. تصویری که از خود نشان داد تصویر زن جوانی بود که قربانی هوا و یک پیرمرد شده بود. سپس از احساسات تیره، نقشه ها و تمایلات جنایتکارانش پرده برداشت و با جزئیات مسمومیت طولانی مدت همسرش را با آرسنیک فاش کرد. مسمومیتی که نه ماه طول کشیده بود تا مقدار زهر بیان که کسی متوجه شود کشنده شود. بعد از این سخنان از آرامش خود هنگام مرگ شوهرش و از تظاهر خود به عنوان بیوه گریان در مراسم تدفین و سپس از شادیش به سبب گرفتن پولی هنگفت و خانه تعریف کرد و در پایان گفت خوشحال بود که پس از آن دیگر مجبور نبود به کسی توضیح بدهد. از آن پس ماری مورستیه هر روز برای فاش کردن جنویت های خود به کلیسا می آمد و با سخنان خود باعث می شد که شیش گابریل جوان که از شنیدن ماجرای آن جنویت عذاب می کشید شبها ساعتهای متوالی بیدار بماند. حالا دیگر ماری مورستی از صحبت درباره خود بیان افکار و انگیزه هایش که برای مردم ناشناخته بود لذت می بود. وقتی در مورد انگیزش برای ارتکاب آن قتل سخن می گفت حرفهایش از این هفته تا آن هفته تغییر می کرد. پیش خودش محاسبه می کرد که کدام انگیزه خوب بود؟ انگیزه که سه شنبه تعریف کرده بود یا چهارشنبه یا جمعه یا شنبه؟ در واقع همشان. حالا او شیفته این تفاوتها بود در حالی که قبلا مجبور بود سالیان متوالی خود را به صورت شخصیتی بیگناه نشان دهد حالا با جستجو در شخصیت گناهکار خود می از پیشیدگی رفتار و نیات پلید خود را برای کشیش گابریل ایان کند ماری مورستیه عاشق این بود که خود را ثروتمند متفاوت و با نفوذ نشان دهد او حالا احساس میکرد حق بیشتری به او داده شده بود و حالا هم با کاوش و تفسیر کارهای خود و شکستن کلیشه ها اعمال خود را توجیه می کرد و به عبارتی داستان نویس سرگذشت خود شده بود. ماری مورستیه به مرور تسلط خود را روی کشیش جوان بیشتر میکرد. کشیش دیگر نمی خوابید و نمی توانست به موضوع دیگری علاقه نشان دهد. او مدام انتظار میکشید ولی از لحظه ملاقاتشان در اتاق اعتراف میترسید. ترسید. کم کم از تراوت و شادابیش کاسته شده بود و در واقع ماری او را با خود به دنیای کهولت، خستگی و زشتی می البته مشخص بود که ماری متوجه این تغییرات درونی کشیش نشده بود و او را مثل سابق می دید. بدترین لحظه برای کشیش به ماری گناهکار زمانی بود که او درباره نامزد موج سوار صحبت می کرد. ماری دام کرد فقط به او علاقه داشته. علاقه ای آنقدر شدید که خودش هم انتظارش را نداشته. در وجود نامزدش چیزی بود که او را میرنجاند و بر او تأثیر ناگوار میگذاشت. نامزدش میتوانست فضای خاصی را در اطراف خود ایجاد کند ولی ماری فقط در حضور کشیش احساس قدرت میکرد و زمانی که او میرفت به هم میریخت. سخن از مردی که ماری با شدت به او علاقه داشت افکار مبهم و سوزانی در کشیش ایجاد میکرد. طوری که باعث میشد گذشته ماری در زمان حال هم اثر بدی روی کشیش بگذارد. ماری از اتاق اعتراف خارج شد. احساس وابستگیش به کشیش گابریل افزایش یافته بود. از زمان آغاز فصل بهار دیدارهای متناوبشان در اتاق تنگ و تاریک اعتراف رفت رفته رفته خفاوانا برمی شد. خسته و رنگ فریده به دنبال کار خود می رفتند. ولی بار بعد دیدار دوبارهشان به آنها نیرو می داد. ماری از چوک کردن کشیش گابریل بسیار لذت می برد. در این زمان او از خونسردی خود در پنهان کردن جنایت حرف زد. زمانی که حرف می زد، از تعریف کردن این ماجرا لذت می برد که چطور به همراه خواهرش بلانش جسد را در فرش پیچیدند و آن را در ماشینی دوزدی انداختند. هفتصد کیلومتر را طی کردند و شبنگام در بروتاین قایقی اجاره کردند و جسد را که به پاهایش سنگ بسته شده بود در آبهای تیره غرق کردند. هنگام طلوع آفتاب برگشتند و خودرو را کاملا تمیز کردند و آن را با کلیدهایش در وسط پارکینگ رها کردند که محل تردد ولگردها بود تا آنها اثر انگشت خود را روی آن بگذارند. این ماجرا در محلی دور از سنسبرلند در بیارتیز اتفاق افتاد که در آنجا توانسته بود با ارسیه سه شوهرش خانه ای اجاره کند. ماری برای اولین بار در زندگیش از راز ماجرای اولگا که دوست ایدی بود پرده برداشت. اولگا که از قیبت ایدی نگران شده بود با سرعت به خانه ماری رفته بود و با داد و بیداد او را متهم کرده بود که او موج سوار را سربنیست نیست کرده و خواسته بود علیه او به پلیس شکایت کند. ماری مورستیه خیلی عادی بیان که هیجان و ترسی نشان دهد گفته بود که ایدی به خارج از کشور پناهنده شده و به او مبلغی پول داده تا با اولگا بدهد. برق پول دروغش را موجه و زن روس را از رفتن به نزد پلیس منصرف کرده بود. ماری شبهنگام با او در کافه ای قرار گذاشته بود. به او پاکتی داده بود که چند اسکناس بود و مقداری زهر در نوشیدنی زن جوان ریخت و به او قول داد بقیه پول را فردا صبح به او بدهد. و او را به حال خود راه کرده بود هرچند که مطبوعات و مقامات هرگز اشارهای به ناپدید شدن الگا نکردند ولی ماری مطمئن بود که زن جوان مرده است چون او دیگر هرگز برای مطالبه بقیه پولش مراجعه نکرده بود گابریل با شنیدن ماجرای قتل ها، سرقت ها، ها و فساد دچار تشویش شد ماری مورستگه از تشویش کشیش لذت می برد و احساس می کرد که او را با دنیای واقعی آشنا کرده است دنیایی که خشن و متخاصم بود و ماری به نوعی داشت این دنیا را به کشیش تقدیم میکرد. از این پس ایوت میتوانست فقط در خلوتش گریه کند. چون گابریل او را به محض اینکه نزدیک میشد رد میکرد و به او اطمینان میداد که به محض آنکه فرصتی پیدا کند به او وقت خواهد داد و توبه کنندگان دیگر را هم خیلی سریع از سرباز میکرد اگر همیشه به شکل باشکوهی مراسم دعایش را انجام میداد حالا دیگر احساس آزادی نمیکرد بلکه از اعترافات زن مسموم کننده و قتلهایش عذاب میکشید حالا ماری مورستیه برنده شده بود و بر کشیش و روستا فرمان روایی میکرد ماری از فاش کردن رازهایش پیش کشیش خوشحال بود لذت میبرد از اینکه میدید او هم دروغ میگوید و در مقابل زنان عبوس مقاومت میکند زنانی که با صدای ناهنجارشان تعجب میکردند که چرا کشیش گابریل زمان زیادی را برای آنها صرف نمی کند و بیشتر به سخنان ماری گوش می دهد. آقای کشیش شما که نمی خواهید به ما بگید که اون بیگناهه وگرنه چرا مدام به اتاق اعتراف شما میاد؟ کشیش می گفت این روح از بی های وحشتناکی رنج برده. مثل اتحام هایی که خود شما هم اون موقع به اون نسبت دادیم. کشیش بیشتر از آن که محرم رازش باشد همدستش بود. آنها نه تنها در واقعیت بلکه در جنایت هم شریک شده بودند. آیا میشد گفت که آنها را با هم مرتکب شدند؟ ماری مورستیگه از این هم دستی ناخداغا خوشحال بود. بالاخره ماری بعد از پنج هفته اعتراف فهمید که همه چیز را درباره خودش به کشیش گفته است. او تمام جنایاتی را که در دو محاکمهش تکسید کرده بود فاش کرد. حالا می دانست که آخرین تیرهایش را شلیک کرده و به زودی تیرهایش تمام خواهد شد. از این می ترسید که این مسئله به برتریش پایان دهد. چهارشنبه که فرا رسید کشیش جوان به مؤمنان اعلام کرد که فردا و پس فردا در کلیسا حضور نخواهد داشت. همین. او نیاز به توضیح بیشتری احساس نکرد و فقط با لعن خشنی همین را گفت. به ماره مورستی هم چیز چندانی نگفت. چه اتفاقی افتاده؟ آیا از ماری داشت فرار میکرد چون دیگر نمیتوانست توجهش را جلب کند؟ اگر چون این بود ماری نمیتوانست داستانهای جنایی جدیدی ببافد؟ آیا برای جلب توجه کشیش باید دروغ میگفت و مثل شهرزاد مستگو میشد؟ در غیبت کشیش گابریل این ساعتهای طولانی برای ماری غیرقابل تحمل بود. او داشت رنج میبرد. تعجب میکرد که کارش نتیجه جز سکوت و فرار کشیش در بر نداشته. مسلما او برای گابریل ارزش چندانی نداشت. جمعه شب ساعت هفت در حالی که خسته و غمگین و افسرده بود چند لکه ای اگزما را روی گوزک پایش دید. برای آنکه خودش را به خاطر منتظر ماندن عبس برای گابریل تنبی کند پاهایش را روی یک چهارپایه گذاشت و آنقدر خاران که خون آمد. خانه هم برای او دلتنگ کننده بود. بوی شم که تمام خانه را پر کرده بود، مانع از این میشد که روی چیزی تمرکز کند. نه بر نعل اسب زنگ زده کنار پنجرهش، نه بر تمدیم حضور پستچی و نه حتی بر آگهی های کوچک روزنامه ها. ساعت هشت بود که زنگ خانه به صدا درآمد از پنجره نگاه کرد. خود کشیش گابریل بود. خوشحالی دیدن دوباره کشیش و حضور او باعث دلگرمیش شد. درست است که رفته بود اما با آمدنش به در خانه ماری نشان داده بود که به خاطر ماری بوده که برگشته. پاهای خونالودش را پنهان کرد و از کشیش خواست داخل شود. میخواست برای او چیزی برای خوردن و چیزی برای نوشیدن بدهد. ولی کشیش با لحنی بسیار جدی تعارف او را رد کرد و همانجا ایستاد و گفت ماری مورستیه من خیلی درباره اونچه من گفتید درباره افشاگری های وحشتناکی که من محرم رازش هستم فکر کردم این راز تا ابد پیش من میمونه و هرگز اعترافاتت رو فاش نخواهم کرد من برای فکر کردن درباره این مسائل دو روز از اینجا دور شدم با اسقف و همچنین پدر روحانی که در کلیسا شاگردشون بودم مشورت کردم بدون اینکه به شما اشاره بکنم از وضعیتتون گفتم تا راهنمایی بگیرم و بالاخره تصمیمم رو گرفتم تصمیمی که به هر دو نفر ما مربوط میشه. کشیش حالتی رسمی به خود گرفت. گویی میخواهد از او تقاضایی مهم بکند. ماری مورستیه به خود لرزید. کشیش گفت شما گناهانتون رو پیش خدا اعتراف کردید. ماری انگشتان خود را در هم پیچید. کشیش ادامه داد و حالا وقتش رسیده که گناهانتون رو پیش انسان ها هم اعتراف کنید. ماری دستان خود را رها کرد و یک قدم به عقب رفت. کشیش پافشاری فشاری کرد و گفت درستش اینه ماری. شما باید هاتون رو قبول کنید. این کار هم برای تحقق عدالت خوبه هم برای خانواده های ها و هم برای روشن شدن حقیقت. ماری گفت حالم از حقیقت به هم میخوره. نه اینطور نیست. اگر حقیقت براتون مهم نبود اون رو به من نمیگفتید. ماری گفت من اینو فقط به شما گفتم نه به کسی دیگه ای. ماری که ترسیده بود فهمید که کشیش متوجه منظور او نشده. حقیقت به درد ماری نمیخورد. او فقط میخواست از حقیقت استفاده ابزاری کند و از آن فقط برای جلب توجه و محبت کشیش استفاده کند. برخلاف آنچه که کشیش تصور میکرد ماری با خدا صحبت نکرده بود بلکه فقط با او و تنها با او سخن گفته بود کشیش گابریل سر تکان داد و گفت من میخوام که شما در نظر انسان ها آزاد باشید. به دیدن قاضی برید و همه چیز رو به اون بگید. ماری شانه بالا انداخت و گفت اعتراف؟ هرگز. من سالها برای اونا جنگیدم. شما نبودید که به دادگاه رفتید. من برنده شدم. میفهمید؟ من بردم. ماری چه چیز رو بردید؟ افتخار و شهرتم رو. کشیش ابرو در هم کشید و گفت افتخاری دروغین شهرتی دروغین به نظر من در این مورد فقط زواهر اهمیت داره کشیش گفت ولی من معتقدم که شما شهرت و افتخارتون رو قربانی کردید به نظرم شما خودتون رو با گناهانتون معرفی کردید ولی بله این فقط نظر شماست فقط نظر شما نظر خدا هم همینه واقعا؟ بله اما خدا مثل من شما را همونطور که هستید پذیرفته یه گناهکار و با وجود این خدا همچنان شما را دوست داره ماری گفت مطمئنی کشیش دستان خود را از هم گشود و با صدای بلندتری گفت ماری بهتر حقیقت رو بگید اون رو به همه بگید من کمکتون میکنم حمایتتون میکنم و از این به بعد هدف من اینه من در این روستا فقط به خاطر این هدف و به خاطر مشکل شما زندگی میکنم شما دلیل وجود من در اینجا مناجاتم و ایمانم هستید شما رسالت من هستید من ایمان به مسیحیت رو میخوام در وجودتون بیدار کنم به کمک آتش ایمان خودم ایمان شما را هم میافروزم ما با همدیگه موفق میشیم شما این کار به خاطر من به خاطر روح خودتون و به خاطر خدا انجام میدید حالا ماری کشیش را با دیدگاه جدیدی نگاه میکرد رسالتش آیا درست شنیده بود؟ او رسالت کشیش بود؟ وقتی خندید کشیش تصور کرد که پیروز شده است ماهای تابستان بهترین روزهای زندگی ماری بود حالا دیگر کشیش او را ترک نمی کرد. برای ملاقات با او بیدار می شد و کلیسا را برای ورود او باز می کرد. حتی غذایش را هم با سرعت می خورد تا هرچه زودتر او را ببینند هر بعد از باز به اعترافاتش گوش می و در کلیسا در خانهش یا در خانه ماری یک ریز با بیانی پرشور و ایمانی راسخ درباره ماری و کاری که باید می کرد سخن می گفت. ماری هم گستاخانه از این امتیاز بهره می گرفت. او موفق شده بود گابریل را از دیگران جدا کند. مثل همیشه موفق شده بود و گابریل با کلمات، خنده ها، حرکات سنجیده و دلایل زیرکانه سعی می کرد ماری مورستیه را وادار به اطاعت کند. ولی ظاهرا بیفایده بود. چون گابریل بود که در این مدت از ماری اطاعت میکرد. البته ماری در هیچ زمانی قدرت ایمان کشیش را نادیده نمیگرفت. از طرف دیگر کشیش گابریل هم از نظر خودش بیان که ماری بفهمد او را به دام انداخته بود و با خود بر سر میز معامله و مذاکره برده بود. ماری هم از ماه جویه برای آنکه از این دام بگریزد جوابهایی حاضر کرده بود. در واقع ماری در جرأت پیدا کرده بود تا عقیده خود را بیباکانه ابراز کند. ولی در این زمینه ها گابریل از او آماده تر بود. به تدریج در حالی که ماری مارستیه تصور میکرد با کشیش دارد مبارزه میکند بیان که بفهمد از گابریل تأثیر پذیرفته بود و کشیش او را تغییر میداد و اصول فکری جدیدی را پیشنهاد میکرد و او را با ایده هایی که تا آن روز برایش بیگانه بود آشنا میکرد ماری اکنون دیگر از اعتقادات خود مثل سابق حرف نمیزد خدایی که ماری می میشناخت همیشه سخنان او را گوش میداد و از او حمایت میکرد ولی حالا دیگر این خدا در برابر خواستهای او سکوت میکرد و نمیگذاشت ماری با سو استفاده از نام او مخالفانش را براند و در گوشه ای خلوت گزیند البته حالا همگاه یوقات ماری اگر به دنیای گیر میافتاد یا نیاز داشت به انجیل ها و کشیش های کلیسا استناد و سعی میکرد از آنها همچون تیری علیه رقبایش استفاده کند و به کمک سخنان آنها رقبایش را عقب براند، زخمی کند و حتی آنها را بکشد. او با این ترفندها توانسته بود خود را صادق و درستکار جل بدهد و انتقادهای دیگران را تحمل کند و پاسخ دهد. با این همه خدایی که اکنون حس می کرد خدایی جبار و انتقامجو نبود بلکه سرچشمه محبت بود. در واقع هر زمان که کشیش گابریل واژه خدایا را بیشتر از خدا تکرار میکرد از دید ماری نام خالد را زمزمه میکرد که منبعی حیاتی و بهترین دارو برای درمان تمام بیماری های او بود. حالا ماری در کنار کشیش با خداشناسی تازه یاشنا میشد. شد و به خاطر خدای عشق و مسیح مهربان و بخشنده که گابریل نمایندهش بود باورهایش تغییری کیفی کرده بود. مثلا قبلا ماری فقط ایمانی عوامانه تکراری اطمینان بخش اما در این حال کسل کننده را پذیرفته بود ولی حالا او از محتوای دعاها و عمق لذت می بود و حتی گاهی پیش می آمد که شبها در خلوت خود انجیل بخواند می توان چنین نتیجه گرفت که کشیش گابریل نفوذ بسیاری بر او داشت بیان که ماری متوجه این نفوذ شود نفوذ کشیش بر ماری به تدریج بدل به واقعیتی معنوی شده بود حالا دیگر ماری رویای نیکی را میدید و از شنیدن های عفت و بخشش متأثر می شود. زمانی که گابریل برایش سرنوشت قدیسان را تعریف می کرد به وجد می آمد. مخصوصا از داستان قدیس ریتا شخصیتی گابریل در بارش در کلیسا تعریف کرده و رساله نوشته بود. ماری هنگام خواب با خود زمزمه می کرد حال که او حامی نامیدان است پس حامی من هم هست ولی باز مبارزه میان کشیش و ماری ادامه می آف. مبارزه ای که برای کشیش طاقت فرسا و برای ماری جالب بود. ماری مثل قبل تصور میکرد که کنترل اوضاع را در دست دارد در حالی که این گابریل بود که قدرتش را نشان میداد و ماری در حضورش میلرزید. به نظرش میآمد که در هر جملهش به گابریل میگوید هر چی که شما بخواید انجام میدم. حال برای اولین بار با لذت تسلیم روبرو میشد و روز به روز میپذیرفت که کشیش از نظر فکری بر روز سلطه دارد. به تدریج احساس میکرد که از زرج کشیدن لذت میبرد او در خشونت روحش تسلای خاطرش را میافت با آنکه این موجود رنجور در طول آدم های محکم و قویی را بازی داده بود حال بالاخره به ماهیت واقعی خود پی برد او یک برده بود زمانی که تنها بود از خودش رها میشد و استراحت میکرد طوری که فکر تسلط بر گابریل جای خود را به آسودگی میداد و میپذیرفت که تحت سلطه افکار کشیش باشد. یک روز که ماری مرستگه کشیش را به شدت کلافه کرده بود، کشیش از دستش عصبانی شد و در حالی که از شدت خشم سرخ شده بود، با انگشت به او اشاره کرد و فریاد زد: شما شیطونید. ولی من از شما فرشته میسازم. آن روز ماری لرزشی را در اعماق وجود خود از پاها تا سر احساس کرد. حسی که شب هنگام هر بار که آن صحنه را بیاد میآورد تکرار می شد. از آن پس دست از مبارزه برداشت و سعی کرد مثل کشیش فکر و احساس کند. کشیش گفت من و شما از نیکی بهره بردیم. ماری انکار نمی کرد. هر چه فکر می کرد من از شما تبعیت خواهم کرد و این شما هستید که روح مرا در اختیار دارید به رغم این فکر باز ماری مقاومت می کرد و کاملا راضی نشده بود جنایاتش را به مردم اعلام کند. هر شب به تنهایی در خلصه فرو می رفت و با خود تکرار می کرد بله ماری به جنایتاش اعتراف میکنه و آسایشش رو قربانی صداقت میکنه ولی تا صبح میشد جراتش کم میشد یک روز به کشیش گفت اگه قبول کنم تو زندان به دیدنم میای بله هر روز ماری اگه موفق بشم تو رو قانع کنم تا ابد با هم خواهیم بود نه تنها در مقابل انسانها بلکه در مقابل خداوند هم ماری مونستیه بارها و با بارها تصور میکرد که درباره پیوند روحی خاصش با کشیش به رسانه ها، خبرنگاران، پلیس و قاضی ها توضیح دهد و بگوید این کشیش گابریل بود که مرا مجاب کرد تا همه چیز را بگویم. بدون او من همچنان جنایت هایم را انکار می کردم. بدون او من واقعیت را با خود به گور می بردم. گابریل نه تنها مرا به خدا بلکه به انسان ها هم نزدیکتر کرد. با اینکه ماری آدم پرحرفی نبود، به خاطر تحولی که در درونش به یمن تلاش کشیش ایجاد شده بود، بسیار فسیح در ذهن خود حرف میزد. آرزویش این بود که از هر دوشان چه در دادگاه و چه در اتاق ملاقات زندان عکس بگیرند. مطمئنا گاهی ماری احساس میکرد موقعیت آن دو مساوی نخواهد بود. کشیش آزاد باشد و او در زندان. ولی آیا یک کشیش آزاد است؟ نه. اگر کشیشی مایل باشد هر روز به ملاقات او بیاید، مشکل ایجاد خواهد شد. آیا پس از دستگیری او کشیش به فرد دیگری توجه نمیکرد؟ بیاد این جمله کشیش افتاد. مقیاس عشق به خداوند فداکاریه و این جمله را بارها کشیش هین موعظه بر منبر گفته بود ماری هر بار احساس کرده بود که طرف خطاب کشیش اوست و تصمیم گرفته بود این بار این فداکاری را انجام دهد و خودش را قربانی کند ماری میخواست نزد جهانیان اعتراف کند تا همه بدانند که گابریل یک کشیش بزرگ است او میخواست به آغوش مجازات برود تا همه دنیا از سلطه کشیش جوان بر او آگاه شوند او توبه می کند تا تمام مردم دنیا ماجرای او و اعترافگیری کشیش را همچون رخدادی غیر عادی به یاد بیاورند. به گابریل افتخار و شهرت می بخشید. او میخواست به محبوبیت کشیش در رسانه ها کمک کند و با رسوایی محاکمات قبل نام کشیش در کتاب تاریخ ثبت شود. به این ترتیب مردم تا مدت های این ماجرا را به یاد می آوردند. در واقع ماری با مهارت دادگاه هنگام محاکمه هایش فریب داده بود. ولی گابریل با تأثیر کلامش یک گناهکار بزرگ را به همه معرفی کرده بود. ماری بدون او اصلاح نمیشد و انسانی گم شده باقی می ماند. سپاسگزار قدیس ریتای الهام بخش بود. کسی چه می داند؟ شاید این کار باعث می شد کشیش به روم برود. به این ترتیب تبالود و با حرارت بسیار مدام در حال رویا بافتن بود. بعد از این تابستان باور نکردنی که پر از عذاب و شکنجه و هیجان بود، یک روز مانده به پاییز، ماری که برخواست احساس متفاوتی داشت. یک شنبه ساکت و تودار به مراسم آین اشای ربانی رفت. بعد از مراسم دعا به خانه برگشت و به نظر می رسید اشتها ندارد. ساعت دو به کلیسا رفت و به کشیش اعلام کرد که قصد دارد اعتراف کند. گفت پدر روحانی به خدا نزد شما سوگند می خورم و سعی کرد گریه کند اما فایده ای نداشت و فقط توانست یک سکسکه مسخره کند. گابریل به او تبریک گفت و صد بار تکرار کرد که به او به ایمانش و مسیری که انتخاب کرده افتخار میکند سپس از ماری خواست تا برای سپاسگذاری از خداوند در کنارش زانو بزنند در همان هین که آنها عبارات را یکی بعد از دیگری تکرار میکردند سر ماری گیج رفت به دلیل تصمیمی که گرفته بود سرگیجه داشت و تحت فشار بود و هیجان بر او غلبه کرده بود با خود فکر میکرد از این پس هر روز گابریل به زندان می آید و به همین شکل با او دعا می خاند. پس از جدایی از کشیش سربالایی روستا را طی کرد. در آخرین شب آزادیش خیلی آرام از بالای تاکستان ها به سنسلرلند نگاه کرد. غروب ارقبانی به بنفش رنگ های ماتم را بر فراز دهشت ها می ها برای دیدن غروب آفتاب از پشت بام های سفالی بالا می رفتند و در آسمانی که غروب می کرد تصویر سایه هاشان مقدس بود. میخواست این هفته به برگ برود تا قاضی را که مسئول پروندهاش بود ببیند قاضی که در آن زمان مرد جوانی بود از ماری نفرت داشت چون تبرعه شدن ماری مانع ارتقای شغلی او شده بود و بیشک بعد از محکومیت ماری میتوانست با سرعت به این ارتقا دست بیابد روشنایی از هر طرف بر تاریکی پشت بام اتاق و کوچه نفوذ میکرد عطر درخت زیستون که بوی چای میداد تمام باغ را پوشانده بود با خود گفت ای روستاییان شما فردا در روستای بسیار معروفی از خواب بلند میشوید روستای ماریمونستیه شیطانی که فرشته شد قاتلی که جز خدا همه را فریب داده بود احساس کرد که باید خوبی و روشنایی را به دیگران بدهد همان روشنایی که گابریل به او بخشیده بود خانمها و آقایون من با کشیش ای ملاقات کردم او فرشتهای بود که بدون وجودش من الان در مقابل شما نایستاده بودم سپس به ستارگان نگاه کرد و از خدا خواست تا به او شجاعت بدهد. شجاعت تسلیم شدن و اعتراف نزد مردم. شب بود که به خانه برگشت. وقتی ماری مرستیه کلید را در قفل در خانهش میچرخاند، زن همسایه کرکره پنجرهش را باز کرد و فریاد زد کشیش داشت دنبال شما میگشت. دو بار اومد اینجا. ماری گفت واقعا؟ ممنون که بهم گفتیم. میرم کلیسا. زن ادامه داد فکر نمی کنم کشیش اونجا باشه. چند لحظه پیش یه ماشین اونو سوار کرد و با خود برد. ماری اندیشید ماشین؟ کشیش نه تنها رانندگی نمیکنه بلکه مطمئنم ماشین هم نداره. ماری مورس به کلیسا رفت. توی کلیسا از پشت کرکره بسته خالی و تاریک به نظر می رسید. چند ضربه به در زد. بازم چند ضربه و بالاخره محکم به در کوبید. بیفایده بود. هیچ کس آنجا نبود. در حالی که سعی میکرد کرد جلوی نگرانی خود را بگیرد، به خانه برگشت. دیگر برایش فرق نمیکرد. او تصمیمش را گرفته بود و حتی کشیش از آن خوشحال می شد. بیشک آمده بود تا باز هم از ماری تمجید کند و به او پیشنهاد کند همراهش به برگ بیاید. چه می دانم؟ ماری آرام شد و مطمئن بود که تا فردا دلیل آمدن کشیش را خواهد فهمید. سپیده تلفنش زنگ خورد. با شنیدن صدای کشیش گابریل خیالش راحت شد. ماری برام اتفاق العاده افتاده. چه اتفاقی پدر روحانی؟ کشیش پاسخ داد من به واتیکان دعوت شدم. منظورتون چیه؟ کشیش گفت پدر مقدس بعد از خوندن رسالن درباره ریتای قدیس به قدر اون رو پسندیده که از من خواست تا به گروهی از اندیشمندان خداشناس در کتابخانه پاپ ملحق بشم. ماری لرزان گفت ولی میدونم ولی مجبورم شما رو ترک کنم. شما و سنسدرلند پس برنامه ما چی میشه؟ قرار نیست چیزی بشه یعنی هیچ تغییری نمیکنه شما که تصمیمتون رو گرفتین ولی کشیش ادامه داد ولی نداره شما این کار رو انجام میدین چون به من قول دادین به من و به خداوند ماری گفت قرار بود شما اونجا پیش من باشین و قرار بود هر روز به ملاقاتم بیاید قرار ما این بود کشیش گفت میدونم ولی اوضا فرق کرده اما شما انجامش میدین چون به من قول دادین خودم میدونم هم به شما و هم به خداوند قول دادم. حالا ماری مورستیه آشفته و پریشان بود نمیدانست خوشحال باشد یا عصبانی تلفن را قطع کرد و با خود زمزمه کرد به واتیکان اون به کمک من به واتیکان میره و به خاطر اعترافاتم از طرف پدر مقدس تمجید میشه ولی میتونست یکم صبر کنه با این وجود همون بهتر که به واتیکان بره چون با این کارش رستگاری قاتل امکان پذیر نشد او هم به خاطر رسالهی که درباره یک قدیس گمنام نوشته چطور تونست زیر قولی که به من داده بود بزنه؟ دو روز بعد وراورنه بز پیر با بدنی خمیده مانند چوب تاک و با صدای زننده ورود کشیش جدید را به او اعلام کرد. ماری به کلیسا رفت. کشیش جدید در حالی که در یقه لباس خاکستری کهنه فرو رفته بود، هنگام جارو زدن پله‌های ورودی داشت با اهالی روستای سمسوردن سر حرف می‌زد. ماری بعد از دیدن او که مردی قد کوتاه و سرخ رو بود چهرهش خطوط خشنی داشت و حدودا پنجاه ساله به نظر می آمد، فهمید که از این به بعد چطور عمر خود را سپری خواهد کرد به باغش می رسد، به گربهش غذا می دهد کمتر به کلیسا می روید و تا زمان مرگش سکوت خواهد کرد